یه جاده زیبا، چند مسافر کوله به پشت و در انتها هم برج سر به فلک کشیده‌ای که هیچ وقت ندیده بودمش. گوشه پوستر هم عبارت مبهمی نقش بسته بود که اون روز هرچی فکر کردم به جواب نرسیدم، به سوی چند نقطه و بعد هم یک علامت سوال. به سوی چی؟ کی؟ کجا؟ بدتر بابک یکی از بچه های خوابگاهمون جواب این سوال رو بهم داد. اون وقت برای اولین بار اسم این شهر رو شنیدم، شهر اشرف. اینجا کجاست؟ شهر اشرف. تو اونجا کسی رو داری؟ آره، داداشمه، اسمش امینه. دانشجوه؟ دانشجو بود، الان اشرفیه، شهروند همین شهره. آخرین بار کی دیدیش؟ ای، زمان زیادی ازش نگذشته. چی بهش گفتی؟ اولش از اوضاع احوال دانشگاهمون گفتم. برگشت بهم گفت زیاد از دانشجوها میشنویم، از پلی‌تکنیکی‌ها چه خبر؟ بچه های دانشگاه تهران چی؟ میبینیشون؟ بهش گفتم فراوون، همه خوبن، سخت مشغولن. بهشون از قول من خسته نباشید بگو، بگو آتیشو خوب شعله ور کردید، از اینجا به بعد مهم زبونه کشیدنه، مهم گسترش آتیشه. میخواستی بهش بگی میخوان خاموشش کنن، سرکوب نمیذاره این شعله روشن بمونه. گفتم. چی گفت؟ گفت مگه میتونه؟ چرا نتونه؟ چون تو هستی، چون ما هستیم، چون ریه‌های این سرزمین پر از اکسیژن مقاومته، چون پایداری مثل اکسیژن تو خیابونا جاریه، چون آزادی خواهی تو خیابونای این سرزمین به اندازه 100 سال ریشه داره. درختی با این همه استواری با فوت 4 تا آخوند درمونده که تکون نمیخوره. میخواستی ازش بپرسی تظاهرات بچه های دانشگاه تهران رو دیده یا نه؟ آره دیده بود، خودش گفتیده. صداشون رو شنیده بود؟ چه جورم؟ تیریبون آزاد ستاره ها تو اوین رو چی؟ اونو دیده بود؟ آره چند بار. چی میگفت ازشون؟ هر جویباری سرچشمه‌ای داره، هر طوفانی یک منشأی داره، هر صدایی مولدی داره، موجی که به صخره‌های سرکوب میکوبه زایده طوفان مقاومت و پایداریه، طوفانی که برای تولدش 120 هزار انسان به خاک افتادن، موجی که برای تداومش هزاران هزار نفر شکنجه شدن، هزاران هزار نفر رنج کشیدن و خون دل خوردن. به یمن اون مقاومت ها پایداری تو سرزمین ما ریشه دوونده. جوانای مقاومت اونقدر توی این خاک رویدن و رویدن تا جایی که نفس اژدها به تنگ اومده و زمینگیر شده. تا وقتی اون سرچشمه هست جویبارهای پایداری هم تو بستر دانشگاه روونن. جویبارها به کجا میریزن؟ ازش پرسیدم، گفت به دریا. کدوم دریا؟ میگفت دریای آزادی ایران، دریای دموکراسی، دریای تحقق آرزوها. از کجا اینقدر مطمئنه؟ به خاطر قیمتی که براش پرداختیم و میپردازیم. مثلا همین بچه های پلی‌تکنیک، خب دوستشون رو به زندان انداختن، براشون حکم صادر کردن، خودشون رو تهدید کردن، با وجود چنین فضایی کوتاه نیومدن و عزم جذب کردن. خودش قیمت داره، پلی‌تکنیکی ها این قیمت رو پرداختن، به خاطر همینم هم رژیم نتونست کاری کنه. همینه، همیشه همینطور بوده، هیچی توی این دنیا بدون بها به دست نیومده. موندگاری همین اشرفی هم که میبینی به خاطر همون پایداری و همون پرداخت بهاست. آخوندا تا تونستن توطئه کردن، تا تونستن نقشه کشیدن، تا تونستن خون ریختن، ولی به خاطر مبنای پرداخت بها
و شرط پایداری این شهر با تمام سازه‌ها و تمام آدم‌هاش موندگار شد. با وجود این همه تجربه چرا مطمئن نباشم؟ چرا به تحقق آرزوها ایمان نداشته باشم؟ این دفعه دیدیش ازش یه سوال بپرس. بگو چه سوالی؟ ببین بهش بگو توی اون پوستری که از اشرف توی خیابون‌های تهران هست یه جمله نوشته که میخوام ادامهشو بدونم. روش نوشته به سوی بعد چند تا نقطه. اون چند تا نقطه یعنی چی؟ جای خالی چه کلمه یه؟ اونو خالی گذاشتن که ما پرش کنیم. به سوی پیروزی. اون دوستی که دوسته نه به اون دوست